نه این عیسی رو آب را میرد، مرده رو زنده میکرد، فلانجا یه گدایی بود و نمیدونم عیسی توف کرد به خاک و پاشید رو چشش رو بینا شد و نمیدونم. آقا چسبیدن به بازار خرافه و خرافه پرستی که نتیجه آن چیست؟ نتیجه آن پاپ اعظم هست امروز، نتیجه آن کشیشان کلیساهای مختلف هستند، نتیجه آن اینه که 500 میلیون دلار در یک سال کلیسا میده برای غرامت، به خاطر اینکه کشیشاش رفتن بچه های مردم رو تجاوز کردن، بچه هایی که مردم اینا رو بردن اونجا تحویل دادن که اینا باسواد بشن، اینا برداشتن بردن با اینا همچی کار کردن، نتیجهش این شد. پس این ایدئولوژی دیگه من فکر نمی کنم اسلام ایدئولوژی قشنگتری از مسیحیت بتونه ارائه بکنه. ولی همون عیسی ماند، باقیش همش دوباره خرافه اومد پشتش، خرافه پشت خرافه، خرافه پشت خرافه، و همین کلیسا در همون زمان پیتر و پل کار به جایی رسید که یک آقایی در همین انجیل مقدس هست، دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم دنبالش بگردم، در همین انجیل مقدس هست که یک آقای خونش رو فروخت و رفت پیش همین رهبران کلیسا پیتر و پل و اینا، گفت که آقا مثلا خونش رو فروخته بود فرض کن 100,000 یورو، گفت آقا من خونم رو فروختم 50,000 یورو و نصفش رو آوردم تقدیم به کلیسا بکنم، یعنی 25,000 یورو. و این آقایان پیتر و پول و اینا رهبران کلیسا میگن تو میخوای به هولی اسپریت، تو میخوای به روح القدس دروغ بگی؟ تو خونت رو فروختی 100,000 یورو، به من میگی 50,000 یورو؟ و این هولی اسپریت به خاطر اینکه بهش دروغ گفتی میکشه تو رو. همونجا هولی اسپریت در واقع این روح القدس عزیز این مرد رو میگن کش. توی همین انجیل هست. بعد زنش میبینه شب شد و شوهرش نیومد خونه، میره پیش پیتر و پول تو این کلیسا میگه آقا شوهرم اومده بود اینجا یه پولی بیاره، 25,000 تا پول آورده بود به شما بده، برنگشته خونه، میگه اینا میگیرن بکشید، اینا هم دستور زنش هم میگیرن میکشن، میگن تو هم الان میری بغل اون، اینا میبرن اونجا دفن میکنن. آقا من اصلا فروختم 1,000,000 یورو، بهت میگم 10 یورو، 5 یوروش مال تو 5 یوروش مال من، به تو چه؟ کالای خودم بوده، دوست دارم 1 یورو بهت بدم، دوست دارم 5 یورو بهت بدم، اصلا دوست ندارم، هیچی بهت نمیدم. خب این روح القدسی که میاد اینو میکشه، بعد مردم وحشت میکنن از این کلیسا، این کلیسا عجب کاری میکنه اینا. خب میرسه به این قسمت کلیسا و این جریان اروپا رو و کلیسا در اروپا رو که ادامه همین بحث خواهد بود که امشب خیلی با عجله و خیلی فشرده گفتم، حقیقت این بحث طولانی میتونست باشه برای هفته ها، ولی من خیلی فشرده و خلاصه عرض کردم خدمت شما. هفته آینده میایم این کلیسا و روند روشنفکری در اروپا رو با هم مرور میکنیم بر اساس یکی دوتا کتابی که من با چه بدبختی تهیه کردم علی حساب. پس تا شب نشینی دیگر، درودی و بدرود.